اینجا فیروزه جابانی با من همراه شده. فیروزه میدونم که همچنان داری ویدیوهایی که به ما میرسه رو دنبال میکنی. خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره با شکل‌های مختلف. بیشتر ازت بشنویم. بخشش رو که دیدیم شعارهای شبانه بود در اقصی نقاط تهران و بخشی از کرج. هر شب هم یک شهری به تهران که همیشه پای ثابته، برخی از مناطق تهران که مثل اکباتان و اینها همیشه پای ثابت اعتراض‌ها و شعارهای شبانه هستند، اما شهرها متغیر هستند. گاهی کرج رو داریم، گاهی شیراز رو داریم، گاهی اصفهان رو داریم و اون شعارهای شبانه علیه حکومت با توجه به اینکه سختگیری‌ها و تهدیدها بیشتر شده، می‌دونیم که اون شعارها همچنان ادامه داره. اما آبدانان امروز حضور مردم رو داشتیم در خیابان امشب که به خاطر اینکه شهروندی رو که همونطور که خودت اشاره کردی یک بار دیگه نامش رو بیاریم، آقای سجاد مرادیان وندان بوده که ایشون 34 ساله بودند و 11 بهمن توسط ماموران امنیتی بازداشت شدن، به مکان نامعلومی منتقل شدند. ما گزارش‌های متفاوتی داریم که در آبدانان شهروندان رو بازداشت کردند، عکس و تصاویرشون رو می‌گیریم که ایشون هم یکیشون بودن که ما قبلا بهش پرداخته بودیم. می‌دونیم که اتحاد مردم در این جایی که شاید ما کمتر اسمش رو قبل از این خیزش انقلابی شنیده بودیم، حالا بارها شنیدیم. اگه خاطرت باشه آزادی سونیا شریفی بود، یه دختری بود که بر در آبداران همه مردم رفتن 24 آذر ازش استقبال کردن. وقتی هم که این دختر 16 ساله تو همین شهر بردن زندان، مردم هی خبرش رو اطلاع رسانی می‌کردن. الان هم که می‌بینیم برای شهروند دیگری اومدن، هم شعار علیه حکومت سر می‌دن، هم مجسمه بسیج رو پایین آوردن و به این شکل. از طرف دیگه می‌بینیم بازداشت‌ها و فشارها به شکل مختلفی، به شکل ربایش شده دیگه. بعضی وقتا همین امروز ما گزارشی داشتیم که خانم ناظمی رو بازداشت کردن، به مکان نامعلومی منتقل کردن. بعدتر گزارش دیگه دریافت کردیم که برای خواهرشون هم همینطور، پوران ناظمی رو گرفتن و خواهد خواهرشون هم بازداشت کردن. ایشون یک بار از ماموران امنیتی حکم میخواد که بدون دلیلش رو، بعد میرن در بیمارستان وقتی کنار پدر بیمارش بوده پوران ناظمی رو بازداشت میکنن. این چنین برخوردهایی داریم. میخوام بگم تو همچین فضایی که این بازداشت‌های کور رو داریم، بازداشت‌هایی که به آدم ربایی شبیه داریم، این اتحاد مردم رو هم داریم که کنار هم هستن مثل آبدانان. ببینیم چه گذشت امروز برای خانم ناظمی. متشکرم ازت. شما میتونین الان کلانتری رو بگیرید، من با رئیستون صحبت کنم ببینم بدون برادر من مگه بدون حکم قاضی تا الان کسی رو جایی بردن؟ من میتونم بدونی که بدونم شما کی هستی، من کجا میبری من بیام؟ در زمان که موردی که حساسیت داشته باشه و ضرورت و فوریت، من مأمور مذرد بفرما بخوانم خلک نگه. شما به من نشون دادی من بیام از کنار پدرم تکون نمیخوام. حالا که آوردین به ترسونینش، حالا که آوردین جونشو بگیری، من همینجا میمونم.